خب سلام به همه شنوندگان خوب رادیو آفساید، امیدوارم حالتون خوب باشه. من آرادم و امروز میخواییم توی یه ویدئوی کوتاه در مورد سرنوشت سرمربی آینده مانشافت صحبت کنیم. قبلش توضیح بدم که من توی این مدت خیلی سرم به علت کارای شغلی شلوغ بوده و فرصت نکردم واقعیت زمان بذارم توی هفته فوتبال رو ببینم، آنالیز کنم، مقاله بخونم و توی برنامه حضور داشته باشم، ولی حتما از ماه جولای توی برنامه خواهم بود و دوباره پرچم بخش آلمان رو بالا میبرم. بنابراین نگران نباشید. ضمن این که مرتضی و علی بعضی وقت در موردش صحبت میکنن که کارشون عالی انجام میدن. خب بریم سراغ این بخش. همونجوری که میدونید سه شنبه 19 اسفند یواخیم لو اعلام کرد که با وجود اینکه قراردادش تا 2022 معتبره، میخواد این قرارداد رو بعد از بازی های اروپایی، بعد از یورو 2021 در واقع فسخ کنه. توی در همین راستا دیروز ساعت 15:30 به وقت آلمان یه کنفرانس مطبوعاتی با حضور یواخیم لو، فریتز کلر که رئیس فدراسیون آلمانه و اولیور بیرهوف که مدیر ورزشی تیم ملی برگزار شد و اینا یه سری توضیحاتی ارائه دادن و به سوالای بعضی از خبرنگارا در رابطه با این اتفاق و حواشی دوراورش پاسخ دادن. خب ما توی این ویدیو قبل از هر چیزی میایم در مورد این مصاحبه صحبت میکنیم، خلاصه این مصاحبه رو من براتون میگم و بعد تک تک گزینه هایی که برای مانشافت توی ذهن ممکنه بیان رو با هم بررسی میکنیم. قبل از هر چیز اینو بگم که اگر هنوز کانال یوتیوبی ما رو سابسکرایب نکردید حتما سابسکرایب بکنید. اینجا هر جا که هست حتما سابسکرایب بکنید. خب حالا اول از همه یه نگاهی بکنیم به کارنامه 15 ساله یواخیم لوو توی تیم ملی آلمان. خب قبلش اون دستیار یورگن کلینزمان بود، توی جام جهانی 2006 هم کنار تیم بود و بعد از جام جهانی که کلینزمان رفت به سرمربیگری تیم ملی آلمان رسید. قطعا بزرگترین افتخارش با آلمان قهرمانی جام جهانی 2014 تو برزیله که با 6 برد یه تساوی به دست اومد، 18 گل زده و فقط 4 گل خورده و یه جام جهانی خاطر انگیز برای طرفدار فوتبال آلمان شد. البته تو سال 2017 یواخیم لو با یه تیم خیلی جوان فاده جام کنفدراسیون شد. به جز این یه بار توی فینال یورو و دو بار توی نیمه نهایی یورو یواخیم لو با تیم ملی آلمان حاضر بوده و توی جام جهانی 2010 هم عنوان سومی رو کسب کرده و این میشه مهمترین بخش کارنامه یواخیم لو که میبینیم کارنامه کم ثمری هم نبوده، خیلی پر افتخار و خوب بوده برای مدت طولانی که به عنوان حالا طولانی ترین سرمربی تاریخ مانشافت الان شناخته میشه از نظر تعداد باز. خب حالا بریم سراغ مصاحبه. من مصاحبه جلومه و نکات مهمش رو از توی صحبت رو براتون میگم. حالا اول بریم سراغ چکیده ای صحبت های خود یواخیم لو. خب یواخیم لو گفته که این 15 سال یه بازه خیلی طولانیه برای من، بی نهایت میمونه و خیلی قدردانم واسه اعتمادی که به من شده، واسه اینکه همیشه پشتم و هوامو داشتن و از تعداد زیادی از افراد من جمله خود بیرهوف، کوپکه و هانسی فلیک تشکر کرد. بعد گفته که توی سال گذشته من مستقل از بازی 6-6 که به اسپانیا باختیم خیلی به این اختصاص دادم وقت که فکر کنم که حالا آیا من میتونم با این تیم ادامه بدم یا نه. پرسیدم از خودم من کجا قرار دارم و چه حسی نسبت به کارم الان دارم
و فکر میکنم که الان فرصت مناسبیه که سکان هدایت تیم ملی آلمانو به یک کس دیگه بدم. گفته که اون تغییر نسلی که ما سال 2019 دادیم به نظر من خیلی خوب بوده، استعدادهای زیادی داریم، شاید این استعداد سال 2024 به اوجشون برسن. به همین دلیل من تصمیم گرفتم تا به سال 2021 از تیم جدا بشم. فکر میکنم این سه سال تا 2024 زمان آماده سازی خیلی مناسبی برای سرمربی جدید باشه که بتونه تیم ملی رو تو سال 2024 به قهرمانی یورویی، به قهرمانی یورویی که اون سال برگزار خواهد شد به میزبانی آلمان برسونه. و از این جهت لو این تابستون 2021 زمان خیلی مناسبی برای این کار دیده. در مورد انتقادایی که توی حالا یک سال اخیر و به خصوص ماهای اخیر به خاطر باخت 6-6 به اسپانیا بهش شده صحبت کرده، گفته که این اتفاق، این بازی روی تصمیم من هیچ تأثیر نداشته و من حالا این تصمیم رو اگر میخواستم به خاطر این بازی بگیرم خیلی زودتر میگرفتم و این تصمیمی که من 2-3 هفته گرفتم خب ما خیلی خوب بودیم، خیلی خوب جنگیدیم و توی مسیر خوبی هم بودیم، ولی حالا به دلایل مختلف نتونستیم توی این بازی خوب کار کنیم. یه مسئله دیگه ای که خیلی خیلی مهمه این بوده که قبل از این کنفرانس خبری کیکر مقاله‌ای کار کرده که توش ادعا کرده مولر و هوملز برای یورو به تیم ملی دعوت خواهند شد، که توی مصاحبه بعد بازی با دورتموند از مولر هم پرسیده بود و گفته بود که من خیلی دوست دارم که توی تابستون برای یه جام بجنگم. از این رو دوباره این سوال تکراری برای یواخیم لو اومد که در مورد کامبک مولر، هوملز و بواتنگ چی میگه. لو هم دوباره با حوصله گفت که من همونجوری که قبلا بارها گفتم در روی تیم ملی ها روی این سه تا بازیکن نباز کردم و نبستم. یک تغییر نسل رو توی شرایط معمولی ما اجازه نداریم قطعش کنیم، مگر اینکه شرایط ویژه‌ای پیش بیاد. قطعا قبل از تورنمنت ما بررسی خواهیم کرد که ما به چی میخواییم برسیم، وضعیت بازی ما چطوریه و چه بازیکنایی توی کادرمون در اختیار داریم. بر اساس جواب این سوالا تصمیم میگیرم که آیا از این سه نفر رو یا تعدادی از اونا رو توی کادرم داشته باشم یا نه. و من این کار برای شغلم نمی کنم، تصمیمی رو فقط میگیرم که درست باشه. بعد در مورد آینده از یواخیم لو سوال کردن، گفته که کیمیش، گورتسکا، سانه، گنابری و بازیکنای خیلی دیگه ای الان توی تیم هستن که به اوج خودشون رسیدن و آینده ای خیلی درخشان تری هم دارن و گفته که ما سال 2010 هم شرایط مشابهی با الان داشتیم و تیم جوونی داشتیم، بازیکنایی که تشنه موفقیت بودن و خوب بودن و گفته که این بازیکن‌ها پتانسیل اینا دارن که تیمو به جای بیشتری برسونن. بعد در مورد هانزی فلیک ازش پرسیدن، گفته که خب نحوه ارتباط من با هانزی رو که همه میدونن، نیازی به توضیح نداره و هر کسی هم کیفیت کار هانزی فلیک رو دیده و میدونه، ولی وظیفه من نیست دنبال جانشین برای خودم بگردم، این کار رو به بیرهوف و تیمش سپردم و فکر کنم که بیرهوف فرد درستی برای این انتخابه. و در مورد اینکه حالا بعد از تیم ملی آلمان چه چالشی دوست داره تجربه کنه ازش پرسیدم، گفته که در این مورد خیلی فکر ویژه‌ای نکردم، خب قطعا از نظر احساسی خیلی به دیف به متصلم، خیلی احساس نزدیکی باشون میکنم و فعلا 100% تمرکز من روی بازی یوروه و قبلش قصد ندارم تصمیمی بگیرم. در مورد واکنش بازیکنان باش صحبت که ازش پرسیدن، گفته که خب بازیکنان خیلی خوبی داریم، خیلی منطقی با موضوع برخورد میکنن،
و خب من فرصت نداشتم که به صورت تلفنی با همه صحبت کنم در این مورد و تک تک به بهشون بگم این اتفاق، ولی با چند تا از بازیکنان که سابقه ای طولانی تجربه تیم ملی دارن مثل ایلیکای گوندوگان، تونی کروز و مانوئل نویر صحبت کردم و شخصا این قضیه رو بهشون اطلاع دادم. حالا بریم و خلاصه صحبت اولیور بیرهوف رو ببینیم. در مورد بیرهوف هم از بیرهوف هم در مورد رفتن لو پرسیدن و گفت که این خبر وقتی لو به من داد مثل یه صاحبه به هم برخورد کرد. ما زمانهای خوب و بد زیادی کنار هم داشتیم، ولی فکر میکنم که حالا باید تمرکزمون روی یوروی باشه که در پیش رو داریم. ازش در مورد جستجو برای سرمربی جدید پرسیدن. مهمترین حرفش اینجا این بوده که ما هیچ فشار زمانی نداریم، هیچ عجله‌ای نداریم برای اینکه یک تصمیم عجولانه بگیریم، زمان زیادی برای این کار داریم و منم توی روزهای آتی قرار نیست بیام که زمانی برای تعیین سرمربی اعلام کنم یا اسم از کسی خاصی نام ببرم. و نکته مهمه دیگه یه هم که گفته معیار ما برای انتخاب سرمربی هم نظرسنجی هایی نیست که سایت های مختلف میذارن و ما معیار های خودمون رو داریم. بعد خواهد ازش پرسیدن که اوکی معیاراتون چیه؟ گفته که از نظر فنی باید آدم قابلی باشه و قابل رقابت باشه، توانایی تعامل خیلی خوبی با بازیکن‌ها داشته باشه، خیلی خوب بتونه با فشار بازی سنگین کنار بیاد. بعد یه سوال عجیب ازش پرسیدم ولی جالب، که آیا امکان داره یه زن به عنوان سرمربی تیم ملی فوتبال مردان انتخاب بشه؟ و بیرهوف هم گفته که من هیچ چیزی رو رد نمی کنم. در مورد این پرسیدن که آیا امکان داره که سرمربی خارجی برای تیم ملی بیاری، گفته که خب امکانش که بله وجود داره، ولی وقتی که من وضعیت سرمربی آلمانی کنونی رو نگاه می کنم به نظرم هیچ لزومی نداره که ما یه سرمربی خارجی برای تیم ملی آلمان بیاریم. رانگنیک صحبتهایی در مورد سرمربیگری کرده بود که حالا جلوتر بهش اشاره میکنم چی گفته، و در این مورد از بیرهوف پرسیدن. بیرهوف گفته که حالا کسایی که کاندیداها حرفایی که میزنن و برای من ملاک انتخاب نیست و مهم نخواهد بود. و در نهایت بریم سراغ صحبت رئیس فدراسیون فوتبال آلمان، یعنی فریتز کلا. فریتز کلا هم دقیقا موضع بیرهوف رو داشته، گفته که خیلی ناراحت شدم از این قضیه ولی فکر میکنم که زمان مناسبی بوده. اون یه سرمربی جهانی 120 پیروزی داشته، 5 بار تو نیمه نهایی تورنمنت های مختلف بوده، قهرمان جهان شده و من بابت این زمان فوق‌العاده ازش تشکر میکنم. و در مورد آیندم گفته که فعلا تمرکز ما روی یه دونه یوروی خیلی خوبه که بتونیم این یورو رو به بهترین نحو پشت سر بذاریم. و در مورد جستجو برای سرمربی جدیدم ازش پرسیدن که گفته پیچ محدودیتی برای فکر کردن وجود نداره، ما رو هر گزینه‌ای بخوایم فکر میکنیم و در نهایت هیئت رئیسه تصمیم گیرنده هست که ما چه کسی رو بیاریم. علاوه بر اون یه نکته دیگه ای که خیلی مهمه اینه که بیرهوف گفت که ما توی قراردادها وارد نمیشیم، یعنی سرمربیایی که قرارداد دارن و اول از باشگاه مرتبط کسب اجازه میکنیم و بعد باهاشون مذاکره میکنیم، که این شامل تعدادی از کاندیداها که کاندیدای خیلی مهمی هم هستن میشه. خب حالا وقتشه که برسیم به بررسی کاندیداهای احتمالی
و نقاط قوت و ضعف هر کدوم. خب اولین کاندیدایی که توی ذهن میاد یورگن کلوپه. کلوپ خب اشتباه شد یک لحظه بعد. کلوپ خب مربی خیلی خوبیه، گزینه اول ماست. چرا؟ به خاطر اینکه توی نظر سنجی هایی که غالبا میشه برای اینکه چه سرمربی یا مناسب تیم ملی آلمان میدونید، غالبا بین مردم اول بیشتر رأی میاره. هرچند که بیرهوف گفته ملاک ما نظر سنجی ها نیست، ولی از این نکته نباید غافل شد که الان یکی از گزینه‌های خیلی مناسب. کلوب نقطه مثبتش موفقیتش بوده توی همه تیمایی که سرمربیشون بوده. ماینز رو از دسته دو برد به بوندسلیگا یک و توی بوندسلیگا یک تثبیتش کرد و سالهاست الان ماینز تونسته توی بوندسلیگا یک بمونه، هرچند امسال شرایط خوبی نداره. دورتموند رو دو بار قهرمان بوندسلیگا کرد، قهرمان سوپرکاپ آلمان کرد، قهرمان دف به پوکالشون کرد و به فینال چمپیونز لیگ رسوندشون که افتخار خیلی بزرگیه برای تیمی در سطح دورتموند. علاوه بر اون بعد که وارد لیورپول شد به روند تاریخی جام نگرفتن لیورپول توی لیگ برتر انگلیس خاتمه داد. دوتا فینال چمپیونز لیگ رفت، یک بار قهرمان چمپیونز لیگ شد و یه فینال لیگ اروپا رفت، که همه اینها نشون میده که چقدر مربی موفقی بوده. علاوه بر این خب دو سال هم بهترین مربی جهان شد. از طرفی کلوب دوست داره که قراردادش رو با لیورپول تموم کنه، قراردادی که سه فصل دیگهش مونده و تا جون 2024 معتبره. به همین جهت هم به اسکای اعلام کرده که برای سرمربیگری تیم آلمان توی این تابستون قطعا این پست رو نمیپذیره. خب گزینه بعدی ما یولیان ناگلزمانه. یولیان ناگلزمان همون جوری که حالا بچه ها توی اپیزود 22 از فصل 4 بهش اشاره کردن، الان سرمربی خیلی هاتیه که مورد توجه خیلی باشگاهی زیادی توی اروپاست. ناگلزمان درسته جام معتبری هنوز نگرفته، ولی عمل کرده فوق‌العاده‌اش با هوفنهایم و لایپزیگ اینقدر قانع کننده بوده که باعث شده الان به عنوان یه گزینه برای مانشافت مطرح بشه. ناگلزمان قراردادش تا 2023 اعتبار داره، یعنی دو فصل دیگه، و به اسکای هم اعلام کرده که شغل مربیگری تیم ملی آلمانو در این مقطع قبول نخواهد کرد. از این جهت ناگلزمان هم شرایطی مشابه یورگن کلوپ خواهد داشت. گزینه بعدی که مطرح شده لوتار ماتئوسه. خب لوتار ماتئوس حسنش اینه که به عنوان بازیکن و به عنوان بازیکن کلی افتخار داره با تیم ملی آلمان و در زمینه باشگاهی و کلی هم تجربه داره، ولی برعکس اون توی زمینه مربیگری خیلی کم تجربهش، کلن کم تر 110 تا بازی سرمربی بوده و کل پستایی که داشته رو به طور میانگین زیر یک سال از دست داده و اخراجش کردن. نکته مهم دیگه اینه که اکثر این پستا توی مجارستان، بلغارستان، اتریش، صربستان و اسرائیل بودن، یعنی حتی تجربه سرمربیگری یک بازی توی بوندسلیگای آلمان را هم نداره. به هر حال اسکای سراغ ماتئوس هم رفته، ماتئوسی که این روزا خیلی توی تلویزیون فعاله و مصاحبه میکنه و ازش پرسیده و ماتئوس هم خیلی سریع اعلام کرده که این شغل را نمیپذیره. خب یه گزینه دیگه ای که برای تیم ملی آلمان مطرحه هانسی فلیکه، که قطعا اونم خیلی گزینه تاپیه برای تیم ملی آلمان. خب فلیک برای اثبات تواناییش خیلی فرصت زیادی نیاز نداشت. توی فصل پیش به عنوان کمک مربی کوواچ بود، بعد به عنوان مربی موقت اومد، اینقدر خوب بود که قراردادش رو دائمی کردن و شیشگانه تاریخی بایرن رو گرفت. علاوه بر این نکته مثبت فلیک،
دیسیپلین و نظم خیلی زیادیه که داره و بهش اهمیت میده. تأثیرش رو توی یه مقایسه ساده بزنیم براتون میگم. توی جام جهانی 2014 بلیک توی کادر تیم ملی آلمان بود و توی جام جهانی 2018 نه. توی جام جهانی 2014 تونی کروز توی پادکستی که داره اینفخ مال لوپن تعریف میکنه که هر روز من آدمی نیستم که صبح صبحونه بخورم و ترجیح میدم تا دیر وقت بخوام. تعریف میکنه که فلیک هر روز میومد در اتاقش و مجبورش میکرد و ببردش سر صبحونه و زود بیدارش میکرد. و خب توی جام جهانی 2018 بعد از افتضاحی که به بار اومد، گزارشش اومد که بازیکن‌ها تا دیر وقت میشستن پلی استیشن بازی میکردن و صبح هم دیر از خواب پا میشدن تا هر وقت که میخواستن میخوابیدن. و این تفاوت دیسیپلین، تفاوتیه که یه تیمی که قهرمان جهان شده با یه تیمی که توی مرحله گروهی حذف شده رو از هم مشخص میکنه. از این جهت فلیک گزینه خیلی خیلی مناسب. از طرف دیگه اختلافی که با حسن سالیح‌میزیچ داره به شایعات جدایی فلیک توی این تابستون از بایرن خیلی دامن زده. یه نقطه ضعفی هم داره هانسی فلیک و اونم اینه که تازه به پست سرمربیگری اومده بود و توی این زمینه کم تجربه است. این هم بگیم که هنوز دو فصل دیگه از قراردادش مونده، ولی با شرایطی که گفتیم جداییش امکان پذیره و دور از ذهن نیست. گزینه بعدی ما رالف رانگنیکه. رانگنیک خب خیلی ها به ردبول و لایپزیگ میشناسنش. همینطور هم هست توی آلمان رانگنیکا به تشنگیش برای موفقیت و اصلاحات میشناسن. همین حسن بزرگ باعث شده که توی ردبول و توی لایپزیگ به طور خاص خیلی موفق بشه و به چیزهای زیادی دست پیدا کنه. علاوه بر این به عنوان سرمربی هم توی لایپزیگ و شالکه خیلی موفق بوده. دفع پوکال برده، سوپرکاپ آلمان برده و تجربه خوبی داشته. نقطه منفی که در موردش وجود داره اینه که توی هر پوزیشنی که میره قدرت زیادی ها دوست داره که بهش بدن و معمولا دوست داره که تمام کارا مسئولیتش با خودش باشه. حالا سوالی که پیش میاد اینه که آیا بیرهوف و تیم مدیریتی تیم ملی آلمان میتونن این خواسته ای رانگنیکو برآورده کنن یا نه؟ یه نقطه دیگه ای هم بود توی مصاحبه بیرهوف بهش اشاره کردم. رانگنیک چند روز پیش توی مصاحبه ای گفته که به شغل مربیگری تیم ملی آلمان فکر میکنه و اگه بهش پیشنهاد بدن میتونه این شغل براش مطرحه و میتونه این شغل رو بپذیره. خب یه نکته دیگه ای که توی مصاحبه بیرهوف بود این بود که ازش پرسیده بودن امکانش هست یک سرمربی زن بیاد یا نه. هرچند که احتمال این امر خیلی بعیده، ولی ممکنه برای خیلی از شنونده این سوال پیش بیاد که حالا اگر سرمربی زن بخواد برای تیم ملی آلمان بیاد ما چه گزینه ای داریم؟ خب گزینه ای که داریم سیلویا نایده. سیلویا نایت کیه؟ برای اونایی که نمیشناسن بگم که سیلویا نایت کارنامه خیلی 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 درخشانی هم به عنوان بازیکن و هم به عنوان سرمربی توی تیم ملی آلمان داره. اون توی به عنوان سرمربی تیم ملی زنان آلمان یه بار قهرمان جهان شده، دو بار قهرمان اروپا شده و یک مدال طلای المپیک ریو را برمقان آورده. سه بار هم بهترین سرمربی زن سال فیفا شد. همونطوری که گفتم خب احتمالش خیلی کمه که در این مقطع تیم ملی آلمان یک مربی زن بیاره، ولی اگر روزی قرار بشه سرمربی مانشافت یه زن باشه هیچ کسی به تحصیل یا نایت برای این پست نخواهد بود. خب اینم بررسی که ما داشتیم در مورد کل گزینه های احتمالی. گزینه های دیگه ای هم هست مثل کریستیان شترایش سرمربی فرایبورگ که محبوبیت زیادی داره،
حتی اسم آرسن ونگر مطرح شده، ولی گزینه‌هایی هم که عمدتا احتمالشون خیلی کمه و ما توی این ویدیو به صورت خاص بررسیشون نکردیم. امیدوارم که از این ویدیو خوشتون اومده باشه. اگر که دوست داشتید ما رو حتما به دوستاتون معرفی کنید و یادتون نره به کانال یوتیوبی ما سابسکرایب کنید. تا یه برنامه دیگه، خدا نگهدار.